درود بر شما. این 65 برنامه از مجموعه فرکانس گلوبال کادر هست. من خدادادی، مدیر مؤسسه، در خدمت شما هستم با این برنامه در خصوص بحث حضانت و ولایت در قانون ترکیه. این بحث از چه نظرهای اهمیت هست؟ از این جهت که به هر حال شهروندان ایرانی که مراجعه میکنن برای اخذ اقامت در کشور ترکیه، به فراخور شرایطی که دارن ممکنه که پدر یا مادر یکی از اینها فرزند رو همراهی بکنه برای اخذ اقامت فرزند، اداره مهاجرت طبیعتاً موافقت هر دوتا رو میخواد. گاهن این سوال پیش میاد که به هر حال در ایران چون ولایت با پدر هستش، پدر وجودش کافی هست و چه لزومی هستش که مادر همراه فرزند باشه؟ تفاوت‌هایی که ناشی میشه در قانون ترکیه و ایران، یا حالا به طریق اولاتر در قانون ایران با قانون کشورهای دیگه، این هستش که دو تا مفهوم در قوانین کشورها وجود داره. در قانون ایران بحث حضانت و ولایت رو به صورت جداگانه داریم، لیکن در قانون ترکیه بحث حضانت وجود نداره. بنابراین فرزند ولایتش با پدر و مادر هست در قوانین کشورهای دیگه، ولی در ایران ولایت با پدر هست. حضانت رو میتونه به واسطه دادگاه یا به واسطه شرایط مستحدثه به جد پدری یا مادر یا کس دیگری به عنوان قیم دادگاه اعطا بکنه. چنین چیزی در قانون ترکیه چون وجود نداره، بنابراین موقعی که شما برای اخذ اقامت در ترکیه اقدام میکنید، لذا از شما خواسته میشه که در واقع پدر و مادر هر دوتاشون حضور داشته باشن در اداره مهاجرت، یا پدر حضور پیدا کنه در ترکیه و در مجاری رسمی که دفاتر ثبت اسناد رسمی ترکیه هست با حضور مترجم رسمی موافقت خودش رو برای سکونت یا تحصیل فرزندش در کشور ترکیه اعلام بکنه. از این جهت تفاوت ناشی در واقع از قانون دو کشور هستش، و برای رفع این موضوع بایستی که هموطنان ما اطلاعات لازم رو در خصوص موضوع موافقت نامه داشته باشن. اینکه چجوری موافقت نامه رو تهیه بکنیم یک بحث دیگری است که در ادامه به آن خواهم پرداخت. آنچه که گفتم در خصوص لزوم موافقت نامه هستش و اینکه چرا در قانون در واقع برای گرفتن موافقت نامه الزام وجود داره. برای دادن موافقت نامه شما بایستی که با حضور پدر در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی در داخل کشور ترکیه حضور پیدا بکنید و به همراه مترجم رسمی. اگر ترکی متوجه نمیشید و نوتر یا دفتر ثبت اسناد رسمی احراز بکنه که شما زبان ترکی رو متوجه نمیشید و نمیتونید خواندن و نوشتن ترکی رو انجام بدید، بایستی از مترجمین رسمی در واقع استفاده بشه. مترجمین رسمی اظهارات مکتوب در اون موافقت نامه رو برای شما تفهیم میکنن و بعد از اینکه شما فهمیدید زیر اون برگه رو امضا میکنن. کارهایی که مؤسسه گلوبال کادر در این خصوص انجام میده برای درآوردن موافقت نامه، علاوه بر دادن مشاوره های لازم به شما برای در واقع ریلیز کردن یا درآوردن موافقت نامه، همراهی شما به عنوان مترجم رسمی در نوترهای ترکیه هست که به واسطه دارالترجمه رسمی دارای مجوز در کشور ترکیه این کار رو انجام میده. ضمن اینکه خدمات کامل اقامت ترکیه رو چون در مؤسسه موجود داریم، لذا میتوانید هم بحث‌های حقوقی موافقت نامه فرزندان و بعد از اون اخذ اقامت ترکیه برای فرزندان و گرفتن راهنمایی‌های لازم بعد از اخذ اقامت برای تحصیل فرزندانتون رو از مؤسسه گلوبال کادر رو بخواهید. امیدواریم با خدماتی که ارائه میشه رضایت همه هموطنان عزیز رو جلب بکنیم. متشکرم.